به اجازه برگزار کنندگان جلسه، مهمانان و حاضرین جلسه امروزی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح توسط وزارت محترم دولت در امور صلح و اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار کردند. ما اسمم سید محمد است، تخلصم علوی، پدر شهید سید احمد رشید علوی. 15 ساله متعلم صنف هفتم مکتب علامه که در حادثه روز سیاه داعش جنایتکار در مرکز توزیع تذکره محل مهتاب قلعه شهرک خاتم الانبیا که منجر به شهادت 62 نفر و 128 نفر زخمی گردید هستم. من به نمایندگی از 15 مرکز انتحاری و بازماندگان شهدای مظلوم افغانستان چند لحظه‌ای در خدمت شما هستم. به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی، الحمدلله و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ندیدم سری به سرداری مگر بسیار سرها زیر پای او، خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدن، کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشانند. آنانی که تیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میدرند. آنانی که دستار بر سر مینهند، سر از گردن خدا ترسان می اندازند، و آنانی که آب بر مردمان می بندند، مردمان را آب از لبه تیغ می دهند. این نیست آن چه ما می گفتیم، این نیست آن چه ما می گفتیم. سخن دست پرورده رسول خدا در نهم محرم است. رسولی که تمدن جهانی را به وجود آورد و اسم او اسلام یعنی صلح است. صلح یکی از شعائر اسلامی است و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. کسانی که شعائر الهی را بزرگ می‌دارند، کارشان نشانه تقوای دلهایشان است. صلح یک واژه ارزشی که ریشه در فطرت انسان‌ها داشته و قاعدتاً همه جهان، همه جهان به آن گرایش دارند و در اصطلاح سیاسی به معنای پایان جنگ بر مبنای شروطی است که آن را شروط الصلح می‌نامند. سازمان ملل متحد در 57مین جلسه مجمع عمومی این روز را 21 سپتامبر را که مصادف با 30 سنبله روز جهانی صلح اعلام کرده است. در ادبیات قدیم صلح به معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است. در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته، شرایط آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی تلقی می شود. صلح فضیلتی است منبعث از قدرت روحی. امروزه صلح فقط متضاد جنگ نیست، بلکه چارچوب سیاسی و فلسفی دسترسی عملی به شکل جدیدی از پیشرفت است. مسئله صلح مستلزم وجود نظامی از ارزش هاست که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شود و در عین حال باید پذیرش ارزش های دیگر نیز به رغم تنوعشان رو به افزایشند. چون این امری وضع را به سکون و آرامش سوق می دهد. ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی، عدالت، آرزوی همه انسان ها، ملت ها، فرهنگ ها و ادیان است. سلطه‌جویی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، جنگ و کشتار افراد بیگناه به ویژه زنان،
کودکان و غیر نظامیان از مهمترین تهدیدهایی هستند که حیات پایدار بشر امروزی را نشانه رفته و روز به روز بر ابعاد این تهدیدها بزیان بشر افزوده است. امروزه عناوین و مفاهیم ایدئال آرمانی از قبیل دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، عدالت اجتماعی و همچنین صلح‌جویی ابزاری بازیچه زورمندان سلطگر و حامیان قدرت قرار گرفته است و در تحت لوای صلح طلبی و استبداد ستیزی صلح را مورد تهدید قرار می‌دهد. صلح از نیازهای فطری انسان است و در پرتو صلح همزیستی مسالمت آمیز امکان دارد. افغانستان یکی از کشورهای باستانی و قدیمی مدنیت‌های جهان به شمار می‌رود. با وجود مدنیت گذشته و باستان بودن و همچنان ثروت‌های خدادادی، منابع طبیعی، ثروت‌های زیرزمینی، موقعیت بهتر ترانزیتی و میراث فرهنگی، مردم این کشور در فقر و بیچارگی و توسعه نیافتگی زندگی می‌کند. کمبود سرمایه، بیکاری، رشد جمعیت، بیسوادی، روش‌های سنتی تولید، توزیع ناعادلانه ثروت، فقدان عوامل تولید، عقب‌مانی توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه است. به گفته قرآن کریم، جنگ منکر و نامبارک است و صلح خیر و با اهمیت. یکی از روش‌های رسیدن به صلح و امنیت از منظر دین، به ویژه دین مقدس اسلام، پرهیز از ریختن خون انسان‌های زمین به بهانه‌های مختلف، اساس اسلام بر صلح نهاده شده است و اسلام از صلح گرفته شده است. الناس و صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. قرآن کشتن یک تن از انسان‌ها را مساوی با کشتن تمام مردم می‌شمارد. ما بازماندگان شهدا و معلولین در راستای جنگ، صلح، عدالت، امنیت و حفظ کرامت آنها چنین می‌اندیشیم. بذر حمر زائل همان صفت زشت تفوق طلبی است. لذا گفتند تفوق طلبی سرچشمه حسد، حسد سبب عداوت، عداوت سبب اختلاف، اختلاف موجب پراکندگی، پراکندگی عامل ناتوانی، ناتوانی علت ذلت و خاری، ذلت خاری باعث زوال دولت‌ها و نعمت‌ها و نابودی و هلاکت امت‌هاست. نکاتی را ما یادداشت کردیم که خدمت شما عرض می‌کنیم که بر ارتباط جنگ، صلح، امنیت مؤثر است. اول، گرچه از یما پادشاه تا حکومت کنونی کشور ما در چهارراهی عبور امپراتوری‌ها جهانکشایان قرار گرفته، مدیریت خوب نداشتیم. امیدواریم که مدیریت این چهار راهی را در شرایط بحرانی به نفع منافع ملی ما صورت گیرد. دو، عامل تداوم جنگ منافع کشورهای همسایه، منطقه و ابرقدرت‌های کشور ماست. منافع ملی اولویت و منافع آنها را مساویانه در کشور در رقابت سالم مدیریت باید بکنیم. سوم، رقابت بین نیروهای متخاصم در کشور. متاسفانه روابط جریان‌های سیاسی با بیگانگان، تمویل جریان‌های سیاسی از بیرون و استفاده از معذوریت‌های مردم، فقر، بیکاری، قومگرایی و ناآگاهانه دخیل شدن مردم در تخاصم همیشه باعث تلفات می‌شود. چهار، تقویه روحیه خداپرستی، وطن دوستی، قانون مداری و وجدان انسانی. دین نداری، وطن را دوست نداری، حاکمیت قانون را نمیپذیری، آزاد مرد نیستی، وجدان نداری، پس بمیر. تقویه فضائل اخلاقی و دور ساختن مردم خصوصا جوانان از رذایل اخلاقی، هیزوم جنگ را برای دشمنان کم می‌سازد. صلح یک فضیلت است که باید
نخبگان بازماندگان شهدا و معلولین در این فضیلت باید شریک باشند. اختلافهای جریانهای داخلی نباید منافع ملی ما را مورد سوال قرار بدهد. رئیس دولت اسلامی در قبال مردم مکلفیتهایی دارند. تطبیق احکام، اجرای عدالت، مشورت با مردم و با آنان راجع به مصالح و منافع اولیای کشور و امت اسلامی صادقانه و عادلانه ادای مسئولیت کنند. با این که در وجود ما انتقام از ظالمان فریاد میزند، اما اگر مصالح عمومی و تأکید آیات قرآنی و این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم، و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید، براستی خدا آمرزنده و مهربان است. خانواده شهدا و معلولین درد دیدن و نمیخواهند دیگران دردمند شوند. در راستای جلوگیری از جنگ و حضور در برنامه های صلح نسبت به دیگران مناسب ترند که حضور داشته باشند. این مردم هستند که در جنگ اشتراک می کنند. دولت موظف است تا ارتباط مستقیم بدون واسطه ها جریان های سیاسی با شنیدن مشکلات و رفع نیازمندی های آنان از حضور آنها در جبهه خصم و جنگ جلوگیری نماید. دولت که امکانات وافری در اختیار جریان های سیاسی و شخصیت های سیاسی نظامی قرار می دهند، باید در برنامه های جنگ حضور داشته باشند آنها، و در صورتی که حضور ندارند، این امکانات باید به بازماندگان شهدا که مصممتر با انگیزه تر و هیچگاه خون شهدا را پایمال نمی کند قرار دهد. خانواده که پیشتر خانم سیما سمر هم اشاره داد، خانواده کوچکترین مجموعه انسانی است که سهم خود را در جنگ و صلح می تواند ادا کند. رئیس خانواده اگر با اطمینان و صاحب کار باشد، خانم خانه منبع امید برای تربیه سالم اطفال باشد. دختر و پسر رسیدن به آرزوها با ایجاد شرایط تعلیم و تربیه، سرگرمی های سالم و آینده روشن نیاز دارد. آخر گپ، نخبه اول ما یختار من شیء، بهترین انتخاب از یک چیز نخبه است. این نخبگان هر کشور هستند که خوب می جنگند و خوب می توانند نیز صلح کنند. نیست تسخیر وطن شرط حکومت داری، هر که در کشور دل کرد حکومت مرد است. و السلام علیکم و رحمت الله.